مهمانان خارجی هستند. این روتور الان مال نیروگاهی از کشور عراق هست. این روتور یک نیروگاه از کشور سوریه هست. بیشتر از 20 سال پیش با استفاده از پیشرفته‌ترین علم جهان و در بنام‌ترین کشورهای صنعتی ساخته شدن و حالا بعد از 200 هزار ساعت کار مفید برای ادامه حیات به ایران اومدن. بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، صادرات خدمات فنی مهندسی کشور امسال به 2.5 میلیارد دلار رسیده که 57% از این رقم متعلق به حوزه آب و برقه، یعنی تعمیرات همین توربین ها. مثلا این روتور ساخت جی آمریکاست که اینجا وارد شده و داریم تعمیراتش انجام میدیم. توربین های گازی جز پیشرفته ترین ماشین های جهان برای تولید برق هستند. ایران تنها کشور منطقه است که میتونه این توربین ها رو بازیابی و برای یک دوره 20 ساله جدید به دل نیروگاه ها برگردونه. توربین 110 تا 120 مگاواتی جی که ساخت آمریکاست، اگر همینو الان بخوایم به قیمت روز خریداری کنیم، هولوش 200 تا 250 میلیارد تومان ما باید پول بدیم که خریداری بکنیم. خب میاد اینجا یه تقریبا باستوانی روش انجام میشه با 50 میلیارد تومان. تعمیرات این میهمانان خارجی در چندین بخش انجام میشه. تو مرحله تشخیص عیب کارمون هستیم، دیسکا هستیم. این اوورهال ساعت کارکردش تموم شده و باید کلیه قطعات مصرفیش تعویض بشه. این محوطه یک نیروگاه شبیه سازی شده است دیگه، مرحله آخره. توربین ها قراره بعد از اینکه اینجا تست نهاییش رو انجام دادن دیگه برن برای کشور مقصد. آقای ولیزاده میگه رفع نقص این توربین ها با قطعات تولید داخل انجام میشه. قطعات یدکی که مورد نیاز ما هست مثل پره ها و بولت ها رو داخل همین مجموعه میسازیم و روی روتور نصب میکنیم. دستیابی به تکنولوژی تعمیرات توربین های نیروگاهی در حالیه که 44 سال پیش حتی الفبای ساخت کوچکترین قطعه این ماشین‌آلات در ایران وجود نداشت. حتما کشور سازنده بایستی حضور پیدا میکرد، خودش انجام میداد. الان ما کاملا بی‌نیازیم. حالا به طور سالانه بیشتر از 10 توربین خارجی در شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران بازیابی و به کشورهای مقصد ارسال میشه. نتیجه مثبت این فعالیت سبب درخواست‌های متعدد کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان، ارمنستان و روسیه برای تعمیرات توربین‌های برقشون در ایران شده. آسیه سلیمی، خبرگزاری صدا و سیما.